بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدین به یکی از درس‌های جدید در کورس وب پیشرفته با زبان PHP. اهدافی که در این قسمت قبلا ذکر شد و توضیح داده شد عبارت از ساختار پروگرام، کامنتس، متحول‌ها و همچنان دیتا تایپ و فعلا عملگرها یا PHP آپریترز مورد بحث قرار می‌گیرند. عملگرها یا PHP آپریتر چی است؟ عملگرها عبارت از علائمی هستند که به خاطر انجام دادن یک عمل بالای یک استرینگ و یا هم بالای یک انتیجر استفاده میشه و در مجموع عملگرها به چند دسته ذیل تقسیم میشه که بخش اولش عبارت از عملگرهای آریتمتیک یا حسابی هستند. آریتمتیک آپریترز یا میتونیم برش بگیم عملگرهای ریاضیکی یا حسابی. بخش دوم عبارت از اساینمنت آپریترز است که به خاطر گذاشتن یا اساین کردن یک قیمت به متحول استفاده میشه. بخش سوم عبارت از کمپریسن آپریترز است که به خاطر مقایسه نمودن دو مقدار استفاده میشه و بخش چهارم هم عبارت از آپریترهایی است که به نام اینکریمنت یا دیکریمنت یاد میشه که به خاطر افزایش و کاهش مورد بحث قرار میگیره. یعنی در صورت که ما خواسته باشیم بالای یک مقدار که در متحول قرار دادیم یک مقدار دیگر اضافه کنیم یا یک مقدار دیگر داشته باشیم که از او مقدار یک مقدار کم کنیم، در این صورت ما از عملگرهای اینکریمنت دکریمنت یا افزایشی و کاهشی استفاده میکنیم. بخش دیگه عبارت از لاجیکال آپریترز یا عبارت از عملگرهای منطقی هست که در صورتی که ما بیشتر از یک شرط داشته باشیم و بخوایم نظر به یک کاندیشن یا نظر به یک شرطی یک کار انجام شوه، ما میتونیم از بخش لاجیکال آپریترها استفاده کنیم. خب بخش اول عبارت از آریتمتیک آپریترها هست که دریجه آپریترهایی که داریم عبارت از آپریتر ادیشن یا جمع هست که در صورتی که ما میگیم دلار ساین x جمع دلار ساین y به این معنا که دو مقداری که در دو متحول است هر دوش با هم جمع شن. به این شکل سابتراکشن یا تفریق هست در صورتی که ما بخوایم یک متحول یا یک مقدار از یک متحول دیگه منفی کنیم یا تفریق کنیم و در و همچنان یک آپریتر دیگه به نام مالتیپلیکیشن یا ضرب هست. کلامش هم از شفت 8 گرفته میشه و ما در صورتی که بخوایم دو مقدار با هم ضرب نماییم از آپریتر استفاده میکنیم و دیویژن هم به خاطر تقسیم و بالاخره عملگری که به نام مود یا مدل زیاد میشه ای به خاطر پیدا نمودن باقی مانده تقسیم استفاده میشه. خب مثالا میبینیم ما دو مقدار داریم، دلار ساین x 10 هست، دلار ساین y 6 هست و در صورتی که ما جمع کنیم و میتونیم که این دو مقدار را با هم منفی کنیم و در صورتی که ضرب کنیم و تقسیم کنیم و همچنان مودش دلار ساین x مود دلار ساین y به این معنا که مقداری که در x است بالای مقداری که در y است تقسیم شود و بعد از اینکه به عدد صحیح تقسیم شد قیمتی که باقی میمانه او بر ما در آوتپوت یا در نتیجه نشان داده شود. حالا اگر ما عملا همی مثال ببینیم در براوزر، خب باز هم چون زبان PHP هست با تگ PHP باز میشه و به خاطر که اینجا هم ما میتونیم وقتی که فایل جدید گرفتیم لنگویجش از اینجا هم انتخاب کنیم. خب ما میخواییم که دو مقدار داشته باشم، طور مثال دلار ساین x مساوی به 10 و میشکل دلار ساین y مساوی به 20 و اگر من خواسته باشم که بر من جمع از اینا رو نشان بده پس من میگم که ایکو دلار ساین x جمع دلار ساین y و به میشکل زمان کی را سیف میکنیم کنترل s و در قسمت htdocs در اینجا برش میگیم که ای OP یا arithmetic operators.php و اگر بخوایم که نتیجه رو ببینیم پس در اینجا برش میگیم که localhost / نامی که برش دادیم aop.php. خب حالا بر ما مجموعه نشان میده که مقدارش 30 هست و به این شکل اگر خواسته باشیم که دو مقدار از یکی دیگه تفریق یا منفی کنیم باز هم سیف میکنیم و نتیجه را در اینجا در براوزر میبینیم که منفی 10 میشه. یعنی دو مقدار اگر از 10 20 کم شود منفی 10
و اگر خواسته باشیم که عملی ضرب انجام شوه و ضربشون رو ببینیم که در مقدار زمان که ضرب میشه چند میشه، دریجه بر ما میگه که 10 و 20 مجموعیش ضربش میشه 200. و در صورت که خواسته باشیم عملی تقسیم انجام بتیم 0.5. و یک عملگر دیگه هم در این قسمت داشتیم به نام مود، به این معنی که در صورت که تقسیم میشه مقدار که تقسیم میشه چند ریمایندر یا باقی ماندهش چند میشه. خب اینجا تقسیم با 0 شد. خب این اصلا میسازیم دلار ساین x مود دلار ساین y. خب یک مقدار که پوره یک بار یک داده میشه و ده دیگهش هم باقی مانده یا ریمایندرش میمونه. خب بعد از آریتمتیک آپریترز ما آپریترهای دیگه داریم به نام اساینمنت آپریترز. اساینمنت آپریترز به خاطر گذاشتن یک مقدار یا اساین کردن یک مقدار به متحول استفاده میشه. در صورتی که ما برش بگوییم که دلار ساین یا ایکس مساوی به وای یا دلار ساین ایکس مساوی به وای، به این معنی که مقداری که در وای هست و گذاشته شده در ایکس، یا زمانی که به دلار ساین ایکس مساوی به ده میگیم به این معنی که مقداری که ده یا قیمت ده بره به متحولی که به نام x از گذاشته شده. ما به شکل اختصاری یا مختصر هم میتونیم که علامه جمع و اساینمنت همزمان هم کار کنیم. در صورتی که ما خواسته باشیم که مقداری که در x است با مقدار که در y از جمع شده و بعدا مجموعشان در x گذاشته شده، ما به شکل اختصار نشته کرده میتونیم که دلار ساین x جمع مساوی به y. به می شکل اگر خواسته باشیم که مقدار x از y منفی شود و بعدا نتیجهش در x گذاشته شود، در این صورت ما میتونیم به شکل مختصر نشته کنیم که دلار ساین x منفی مساوی y. و به می شکل ضرب تقسیم و مدیولش هم میتونیم به شکل مختصر یا به شکل اختصاری هم استفاده کنیم. به این معنی که آپریتری که ما تا حال در ریاضی به نام مساوی میشناختیم، بعد از این ما مساوی نمیگیم، در زبان های پروگرام نویسی یا برنامه نویسی عبارت از اساینمنت آپریتر است. x مساوی به y این نشان نمیده که مقداری که در x است مساوی به مقدار y است، این نشان میده که مقداری که در y است اساین شود، گذاشته شود در متحولی که به نام x ریزرو شده یا به نام متحول x وجود داره. پس بنابراین اساینمنت آپریترز میتونیم برش بگیم که به خاطر اساین کردن یا به خاطر گذاشتن یک مقدار به متحول استفاده میشه. در اینجا هم ما میبینیم که دلار ساین x مساوی به 10 و از اینجا اساینمنت آپریتر استفاده شده و توسط امی علامه اساینمنت مقدار 10 میره و گذاشته میشده متحولی که به نام دلار ساین x است. و در صورتی که جمع مساوی به 100 بگوییم، به این معنی که مقدار که در y از فعلا 20 است و این 20 با 100 جمع شده و دوباره در متحول x ببخشید در متحول y قرار بگیره. به این شکل منفی فعلا متحول زائد قیمتش 50 هست و زمانی که ما منفی مساوی به 25 میگیم، به این معنی که از 50 25 منفی شده و قیمتی که بعد از میاد در فعلا در دلار ساین زائد گذاشته شده. و به این شکل ضرب و تقسیم هم میتونیم از اساینمنت آپریتر به شکل مختصر یا اختصاری استفاده کنیم. خب حالا خوب است که یک مثال شب ببینیم و بعدا بریم به آپریتر بعدی. خب ما در اینجا میبینیم که دلار ساین x، حالا به خاطر از این میتونیم یک متحول داشته باشیم، پس برش میگیم که ایکو شوه یا نشان داده شوه دلار ساین x جمع مساوی به طور مثال 5، یعنی قیمتی که فعلا در x هست که عبارت از قیمت مقدار 10 هست او با 5 جمع شده و بعدا بره در مقدار x گذاشته شده. ما میتونیم که اول آپریتر نشته کنیم بعدا برش ایکو بگوییم، یا میتونیم که همزمان برش بگوییم که بر ما قیمت ایکو کنه، یا میشه که ایکوش برش در پایان بگیرین. فرق نمیکنه، به هر شکل که راحت هستین با مو شکل میتونین استفاده کنین. ایکو کنه دلار ساین x.
خب هیرا سیف میکنیم و بعدا براوزر میریم، دریج سفر ریفرش میکنیم، میبینیم که قیمت 10 بود و 5 گمرای جمع شد، قیمت شد 15. و اگر امیر منفی 5 بگیریم، علامه تفریق بگیریم و بعدا سفر ریفرش کنیم، از 10 5ش کم شود، 5 مقدارش دریج باقی میمونه. به این شکل ما میتونیم علامه ضرب بگیریم، یعنی مقداری که فعلا در اکس است او با 5 ضرب شود و نتیجهش دوباره در اکس گذاشته شود. پس دریج ما میبینیم که نتیجهش هم خب دلار ساین x ضرب مساوی به 5. صفر را ریفرش سیو میگیم، بعد ریفرش میکنیم، میبینیم که بعد از ضرب قیمت از 5 را به خود میگیره و به عین شکل در صورتی که خواسته باشیم تقسیم شوه. میتونیم به شکل اختصاری استفاده کنیم، این را سیو میگیم و بعد صفر را ریفرش میکنیم، میبینیم که 10 تقسیم 5 مساوی میشه به 2. و اگر از علامه مود هم استفاده کنیم، در این صورت میبینیم که مقدارش چند بدست میه، مقدارش صفر، چون 5 و 10 پوره قابل تقسیم است، پس کدام باقی مانده در اینجا باقی نمیمانه یا کدام مقدار به شکل باقی مانده ما نداریم. خوبی بود عملگرهای اساینمنت آپریترز در زبان PHP و آپریتر دیگه که داریم به نام کمپریسن یا به خاطر مقایسه هست که ما میتونیم به خاطر مقایسه نمودن دو مقدار از این آپریتر استفاده کنیم. در این قسمت به خاطر اکوالیتی ما دو علامه مساوی داریم و همچنان سه علامه مساوی داریم که یکیش اکوالیتی را نشان میده و دومش عبارت از آیدنتیکال است، به این معنی که حالت اول تنها مقدارایش میبینه که با هم مساوی باشه، ولیکن در صورتی که سه مساوی استفاده میشه بر علاوه از اینکه مقدار را میبینه که یکسان باشه، دیتا تایپش هم با هم مقایسه میکنه. و در صورتی که نات ایکوال یا نامساوی یا خلاف مساوی را بخوایم داشته باشیم، در این صورت از علامه ندای مساوی و یا هم از علامه کوچک و بزرگ به شکل مقابل هم میتونیم به خاطر نامساوی استفاده کنیم. و در صورتی که ما بخوایم که ام مقدارش دیده شود که نامساوی هست و بر علاوه مقدارش دیتا تایپش هم دیده شود که با هم مساوی نیست، در این صورت ما میتونیم که علامه ندای دو مساوی را استفاده کنیم، به این معنی که دلار ساین x بر علاوه که با دلار ساین y مساوی نیست، دسیم تایپ یا دیتا تایپشان هم یکسان نیست. و همچنان میتونیم از علامه بزرگتر، از علامه کوچکتر و همچنان علامه بزرگ و مساوی و کوچک مساوی هم به خاطر مقایسه نمودن دو متحول یا دو مقدار استفاده کنیم. خب اینجا در اینجا ما میبینیم که دلار ساین x هم مساوی به 100 است، دلار ساین y هم مساوی به 100 قرار گرفته و دلار ساین x مساوی به y زمان که گفته میشه، در اینجا قیمت از این ترو میشه، به خاطر از این ترو میشه که این هم مقدارش 100 است و این هم مقدارش 100 است. اما در صورتی که سه مساوی را انتخاب کنیم، در این صورت فالس میشه، به دلیل از این فالس میشه که دیتا تایپ اولیش اندیجر است و دیتا تایپ دوم چون در داخل کوتیشن گرفته شده و ما گفته بودیم که مقدار که از نو استرینگ باشه به داخل دبل کوتیشن گرفته میشه، پس بنان قیمت از این فالس میشه. و به خاطر که ما نتیجه هر کدامش رو ببینیم، ما میتونیم از ور دمپ هم استفاده کنیم. پس میریم عملا در محیط خود نوت پد پلاس پلاس ران که میبینیم و در اپاچی سرور ران میکنیم که نتیجهش چی میشه. خب فرض کنیم من دو مقدار دارم، دلار ساین x و همچنان دلار ساین y مساوی میشه به 10. حالا قیمت های هر دو ده هست، اما کار که در اینجا صورت گرفته ای است چون یکیش داخل کوتیشن گرفته شد، پس دومش داخل بدون کوتیشن گرفته شده، پس یکیش به حیث مسترنگ میشناسه و یکیش هم به حیث انتیجر میشناسه. در صورتی که ما برش بگوییم که دلار ساین x های مساوی هست به دلار ساین y، در این قسمت ما میخواییم که با استفاده از ور دمپ بیره ببینیم و نتیجهش هم میبینیم که true هست، نتیجه true هست چون قیمت های هر دو 10 هست. اما در صورتی که من در اینجا سه مساوی استفاده کنم
و ایرا سیف بگویم در این قسمت میبینیم که نتیجه فالس میشه. به خاطر فالس میشه که اینا را در سه مساوی بر علاوه قیمتاشون دیتا تایپاشون همچنان میبینه که با هم مساوی هست یا با هم مساوی نیست. در صورتی که من علامه خلاف مساوی رو بگیرم به این معنا که دلار ساین x خلاف مساوی به 10 هست، در این حالت تنها قیمت ها رو میبینه و در اینجا فالس میشه، چون قیمت هایشان هر دوش 10 هست و هر دوش مساوی است. و در صورتی که من دلار ساین 2 مساوی و علامه ندای استفاده کنم به این معنا که هم قیمت هایشان رو ببینه و هم دیتا تایپ هایشان رو ببینه، چون دیتا تایپ هایشان هم فرق داره، پس بنا نتیجه چی شد؟ ترو شد. و به این شکل ما میتونیم که از علامه کوچک و بزرگ هم استفاده کنیم که دلار ساین x اگر مساوی به بزرگ است ترو شود و میبینیم که چون هر دوش مقدار مساوی هست بولینش یا نتیجهش هم فالس است. و این چون دو عدد است که با هم مساوی است ما میتونیم از کوچک، بزرگ و غیره همچنان استفاده کنیم. و این هم بود موضوعی که در رابطه به کمپریسن یا آبریترهای مقایسوی داشتیم. تا درس بعدی یا موضوع بعدی، الان نگهدار.